آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلام وقت همگی به خیر قبول باشه عزاداریاتون عرض تعزیت دارم به پیشگاه مقدس و منور آقا بقیت الله العظم و شما عزیزان خاطر این ایام و مناسبت های جانسوز در خدمت شما هستیم با افتخار از کربلای معلا و از استدیو بین الحرمین با برنامه توضیح المسائل و همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان سلام علیکم جان خوش اومدید علیکم السلام الله جل حضور ناجور خدا هست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين اللهم عجل لسيدنا العزيز الفرج عرض سلام و تعزیت و تسلیت دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن در خدمت شما هستم عرضم به خدمت شما عزیزان که روز هفتم همینطور که مشهور و منقول هست آب بسته شد بر حرم سید الشهدا علیه السلام و از طرفی حال و هوای شهر مقدس کربلا اونهایی که مشرف شدن چیز دیگه هست من اجازه خواستم از جناب استاد رجبیان که چند خط شعر مشهور رو بخونم و تقدیم کنم به همه اونهایی که برای سید الشهدا علیه السلام شعر گفتن و مرثیه خوندن رو الان دستشون از دنیا کوتاهه مرحوم محتشم کاشانی گفته است که گر چشم روزگار بر او فاش میگریست خون میگذشت از سر ایوان کربلا نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق زان گل که شد شکفته به بستان کربلا از آب هم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا فریاد العطش ز بیابان کربلا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر محبت کنید از ابتدای برنامه حالا اینقدر که ما سهم داریم در برنامه توضیح المسائل از شبکه جهانی محسن علیه السلام هرچند که امروز در این دهه آخرین برنامه ما هست و مطلب رو جناب استاد دیروز جمع کردن و امروز میخوان یک گلچین از مطلب‌های بیان شده اعلام کنن و بعد از انشاءالله دو سه روز بعد از عاشورا در خدمت شما هستیم چون از فردا مراسمات رو میخوایم نشون بدیم خدمت شما عزیزان و برنامه نداریم علی حالا بعد از سوم امام فکر میکنم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم خواهشم از دوستان اتاق فرمان اینه که تصویر بله ممنونم از حسین عزیز که
حواسشون جمع هست و امیدوارم که هر چقدر شما عزیزان از دیدن تصاویر و حرم آقا سید الشهدا و بین الحرمین و الان هم که حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام داره تقدیم شما عزیزان میشه فیض بردید و زیارت کردید، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. جناب استاد در خدمت شما هست. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید ما بحث رو دیروز جمع کردیم، یک بحث کلی تیتروار، جای باز شدن، جای شرح بیشتر دادن، جای اینکه اگر کسی هر کجای اون ابهامی داشته باشه توضیح بیشتر دادن، همه اینها هست، ولیکن به اندازه وقت و وسعت برنامه یه توضیح المسائل اون چه رو میتونستیم از این دید عرض کردیم و بعدم این یکی دو روز آخر وسعتش دادیم به ادیان دیگه. ببینید خدای تعالی در قرآن هم فهمند که و رحمتی وسعت کل شی، به طور کلی ببینید در کتب آسمانی در اصل ادیان خدای تعالی با رحمانیت و رحیمیت معرفی شده. من کاری ندارم که خاخام چی میگه، اسقف چی میگه، پاپ چی میگه، کشیش چی میگه، یا روحانی چی میگه در مذهب، یا مولوی چی میگه در مثلا اهل بیت. اما وقتی که اون چه نازل شده رو ما مخصوصا در قرآن که محفوظ مانده از تحریف و کتب دیگه با وجود تحریف هایی که شده اما رحمت خدا در اونها متبلوره، موج میزنه، لذا اصل رو ما یه چیز کلی، من خدمت بینندگان عزیزی که از هر دین و مذهبی که بیننده ما هستن، میدونید که برای خودمونم سوال تا الان چند بار اومده که مثلا من مسیحی ام اما بیننده مثلا شبکه هستم، یا من فلان دین دارم بیننده اهل تسنن هستن، فارسی زبانانی که از هر دین آیینی الان صدای منو میشنوند، تصویر ما رو دارند و ما در خدمتشون هستیم، در تمام ادیان و مذاهب وقتی که عرض کردم کاری ندارم که کی چی میگه، خود کتاب، خود منابع اصلی، بله، وقتی رجوع میکنیم نه تنها در تشیع، در تمام ادیان و مذاهب اصل بر رحمت و مهربانی خدای تعالی است. این رحمت خدا و رحمتی وسعت کل شی، این شامل میشه همه چیز و همه کس، حتی گناهکار، حتی دشمن خدا. تا در دنیا هستیم شما ببینید دشمنان حضرت سید الشهدا در همون لحظه ای که داشتند حضرت رو اذیت میکردن، به اصحابش رو به شهادت میرسوندن، که بزرگترین مصیبتی که بر آقا سید الشهدا، مصائب زیادی وارد شده، بزرگترین مصیبتی که بر حضرت سید الشهدا وارد شد اون چیزی است که بر قلب آقا نازل شد. یعنی آقا سید الشهدا با اون قلب رعوف، با اون سنشون، باید شاهد باشن اهل و عیال تشنه هستن، عزیزانشون رو یک به یک اونجور به شهادت برسونن. اون چه به قلب حضرت سید الشهدا اومد، این خیلی مصیبت بزرگی است. هر چه به سر هر که اومد، حتی خود ایشون رو که تیر به قلبش زدن، زب سرشون رو بریدن اصلا، همه اینها یک طرف. اون چه به قلب آقا سید الشهدا شد اصلا غیر قابل قیاسه. بله. صدای جالبی اگه پخش بشه. صدا رو داریم اتاق فرمان برای بیننده صدای بیرون رو؟ صدا رو داخت، یعنی از اون میکروفونی که برای بیرون گذاشتن صدای لبیک حسین گفتن بیننده زائرین سید الشهدا علیه السلام.
این رحمت خدا وسعت داره. و ببینید در قرآن هم می‌فرمایند که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اینا ببینید اینا خیلی از این آیات در قرآن هست، خیلی از این گونه روایت. خدای تعالی همه گناهان رو میبخشه، فقط شرکه که قابل بخشش نیست. پایین تر از شرک هر گناهی باشه خدای تعالی میبخشه. رحمت و مهربانی خدای تعالی اصله. چطور ما در فقه میگیم اصل بر طهارته، همه چیز طاهره مگر اینکه خلافش ثابت بشه، خودمون ببینیم یا دو نفر شاهده که اون شرایط داره شهادت بدن که این آقا نجس شده، نجسه. بله. اصل بر حلیته، مگر اینکه یقین کنیم نه آقا این از راه حرام به دست اومده. اینجا اصل بر رحمت خدای تعالی است. بحث این بود که حالا این صدای لبک یا حسین چقدر مناسب اومد، من فراموش کردم. حتی قاتلین حضرت سید الشهدا و اونایی که اذیت میکردند تا در دنیا هستند تا حدی مورد رحمت خدا بودند. در همون لحظه چشم داشتند، نفس میکشیدند، این همه نعمت خدای تعالی است. عمر داشتند، در دنیا داشتند زندگی میکردند. در دنیا خدای تعالی رحمتش هست. حالا بعد از این دنیا خب اون دیگه هر کسی به سزای عملش میرسه و اون عذاب و جهنم و گرزهایی که بعضن در روایت مده و بعضی میخوان بیان بگن این برای عموم مردمه، نه این برای عموم مردم نیست، این برای ابن ملجمیه که امام میکشه، این برای اون خانمیه که امام مسموم میکنه، پیغمبر مسموم میکنه، این برای اون کسیه که اذیت و آزار میرسونه به اولیاء خدا، به انبیاء الهی، خیانت میکنه به اولیاء و انبیاء. این عده‌ای که شمشیر کشیدن روی حضرت سید الشهدا، اون عده‌ای که امام مجتبی رو، اینایی که روایات هم داریم که توبه نداره، بعضی گناهان هست توبه نداره. بله. مثلا یکی از اون گناهان کشتن امام معصوم یا انبیاء الهی است. یکی دیگه اینه که شخصی یک عده رو گمراه کنه، صد عن سبیل الله کنه، مخصوصا اونها از دنیا برن. امام فرماید با عدالت خدا منافات داره که خب تو یه عده رو گمراه کردی، گمراه شدن، الان هم دیگه در دنیا نیستن که بخوان بریم چیزشون کنیم، برشون گردونیم به راه حق. مثلا اینا گمراه شدند از صراط حق، از امام حق، و خب از دنیا هم رفتن، حالا دیگه جاشون کجاست؟ جای خوبی ندارن. حالا بعد این شخصی که باعث و بانی این کار بوده خودش بیاد توبه کنه، این دیگه توبه نداره، تو این عده رو گمراه کردی، این عده رو از فلاح مانع شدی، از فلاح اونا، از دستگاری اونها، از اینکه به بهشت برن. حالا چطور خودت خدای تعالی وسط بهشت بذاره؟ اینی که صد عن سبیل الله کنیم، قبلا در اثر فهم کم، درک کم، نبود فرهنگ میکشتن، فلان نبی خدا رو میکشتن، فلان روحانی رو میکشتن، فلان فقیه رو میکشتن، فلان انسان خوب رو میکشتن. مثلا امروز خب مثلا در سال 2020 مثلا خب معلومه فرهنگ ها بالا رفته، تکنولوژی بالا رفته، فهم و درک ها بالا رفته، دیگه کسی نمیاد مثلا یه خنجر بگیره بره کسی بکشه، یا کم پیش میاد. اما بدتر از اون ترور شخصیتی میکنن. بله. فلان مرجع تقلیدی که هیچ انحرافی در پرونده او نیست بلکه همش خدمت به دین و شعائر الله است رو میان ترور شخصیتی میکنن، میان همون کاری میکنن که با حضرت علی بن ابی طالب کردن. وقتی شهید شد یه عده مردم مسلمان ها، نه مردم مثلا کافر یا مشرک، مردم مسلمان در شام تا
تعجب کرده بودن که مگه حضرت علی بن ابی طالب نماز میخوند که تو مسجد مثلا شهید شد، اصلا تو مسجد چی کار میکرد؟ اینجوری ترور شخصیتی کرده بودن حضرت علی بن ابی طالب رو، و امروز هم ادامه داره. بعضی از فقها و علما و بزرگانی که غیر خدمت، غیر اینکه دارن دین خدا رو احیا میکنن کاری ندارن، چنان ترور شخصیتی میشه که اصلا خب حالا دیگه بیا افکار عمومی رو درست کن که نام تهمت. از اون بر یه عده انسان‌هایی که در لباس دین وارد شدن و به غیر لطمه زدن و به غیر از اینکه مذاق تصوف دارن، مذاق فلسفه دارن، خارج از اهل بیت مذاقشون هست، میبینید اینا چقدر بعضن در طول تاریخ هم بوده، محترم میشن و بزرگ میشن و دستگاهی براشون درست میشه و در دنیا، در دنیا، در همه ادیان حتی. بله. در رحمت خدای تعالی اصل اینه که وسعت داره، اصل اینه که همه شامل رحمت خدا هستن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خلافش چطور ثابت میشه؟ این ابن ملجم خلافش رو ثابت کرد، خودش رو اشقى الاشقیا قرار داد، رفت با حق جنگید، حق رو شهید کرد. بله. خلافش این چی بگم، جانورانی که در حادثه عاشورا این فجایع رو به بار آوردن، که حتی امام معصوم بهشون در لحظات آخر هم گفت بیاید من شفاعتتون رو میکنم، دست بردارید. چرا؟ چرا امام اینجوری میفرماید؟ چرا میفرماید؟ چون رحمت خدا اصله، وسیع، وسعت داره، در همه حال به فکر. چرا یزید میاد سیاسی و به دروغ و برای حفظ ظاهر میگه میخوام توبه کنم، و امام دست رد به سینش نمیزنه و راهنمایی میکنه، یزید رو راهنمایی میکنه که تو اگه میخوای توبت قبول بشه این کارو بکن. چرا؟ چون رحمت خدا وسیعه، اصلا هیچ چیزی که منافات با این داشته باشه نباید پیش بیاد. لذا امام سجاد حتی یزید رو راهنمایی کرد، ولیکن وقتی که حضرت زینب کبرا علیها السلام سوال کردن از حکمت کار امام، امام فرمود ایشون توفیق توبه پیدا نمیکنه. ببینید یه عده به خاطر بعضی از کاراشون توفیق توبه ازشون سلب میشه، مثل همونایی که ادعای مسلمانی کردن ولی اومدن حد که حرمت بی بی حضرت زهرا کردند و بله، مثل کسی که با حجت خدا در بیفته، حجت خدا رو بکشه، شهید کنه. یه مثال دیگرش همون که در لسان روایات هست، کسی که یه عده رو گمراه کنه، مخصوصا که اون بعضیاشون از دنیا برن مثلا، این افراد باب رحمت خدا، باب توبه بازه. این به خاطر عملش، به خاطر تفکراتش توفیق توبه نداره. من دنبال همین بودم واقعیت این دو سه روز، حالا شاید خوب شد این نتیجه گیریه به همینجا رسید. من سوالم واقعا همین بود که باب توبه که بازه، خدا هم که ارحم و راحمه، سید و شهدا هم که رحمت الله الواسعه، پس اگر اینطوری باشه که هر کسی بیاد توبه کنه که توبهش قبوله، بعد انسان هم هر کاری دوست داره میکنه، بعدم که میگه روزه رو دارم و امام حسین رو دارم میرم توبه میکنم، که این هم بازم دست خدا و امام حسین خودشون بهتر صلاح میدونن، ولی خب میخواستم ببینم که واقعا این توفیقه کجاست که شما الان دارین میفرمایید. بله بله این هست، منتها این نمیشه تعمیم دادا. ببین کسی که به اینجا رسید، اینقدر عناد داره که با امام معصوم یا نایب امام معصوم بلد. که میفرمایند که اینا حجت من بر شما هستند، با این در بیفته. چون ببینید در دنیا فساد اعتقادی به مراتب بدتر و نابخشودنی تر از فساد اخلاقی است، بلا شک. این یه عده دیگه توفیق هدایت نخواهند داشت، که این هدایت میره اون قسم بعدی روایت که در مورد اسرع بودن سفینه بلد. حضرت سید الشهدا عرض کردیم، اون مربوط به هدایته، اون وسعتش مربوط به امان از نار و بخشش گناهان، و که این با هر دین و آیینی بیاد، به شرطی که عناد نداشته باشه، با اولیاء خدا در نیفتاده باشه، اینجور کارا نکرده باشه، این خودش یه جور توفیق و سعادته، شامل میشه. بله یقینا بعضی توفیق هدایت به خاطر بعضی افکار، یه سری افکار دارن،
اینا توفیق هدایت رو نخواهند داشت. مثلا الان در زمان ما امام زمان علیه السلام که در پس پرده غیبته، ما بیایم حالا یا در اثر تبلیغات سو به هر دلیلی یه سری افکار مسمومی در تفکرات خودمون در پیش خودمون داشته باشیم نسبت به یک مجتهد جامع شرایطی که این ولی خداست، این نایب امامه، بله، خب این هیچ وقت هدایت نمیشیم. چرا؟ چون ما که با این تفکر به سمت ایشون نمیریم، نهایت بخوایم بریم، بریم به سمت کسی که حالا اگه دشمن خدا هم نباشه نایب امام. خیلی ها در لباس نایب امام میرن، خیلی ها در لباس روحانیت میرن، اما کی خودش رو به مقامی میرسونه که امام زمان علیه السلام بیاد سر درس و سه مرتبه بفرمایند که انت المجتهد، انت المجتهد، انت المجتهد، شیخ انصاری؟ بله. یا کی؟ خب این بعد به اینجا برسیم، نه که هر کی لباس پوشید که خب می‌بینیم که الان همه بزرگان ادیان لباس دارن دیگه، حالا هر کی لباس مشخصه خودش. بعضی به خاطر افکارشون هدایت نمیشن. خیلی باید مواظب افکارمون باشیم. باب هدایت اینا برای چی میگم؟ میخوام بگم باب هدایت باز رحمت خدا وسعت داره. مگه خودمون کاری کنیم که مثل یزید توفیق توبه ازمون سلب بشه؟ مثل اون شخصی که میاد مردم رو از راه حق، از اهل بیت عصمت و طهارت، از نواب عام، چون دیگه نائب خاص که نداریم، بله، نواب عام اهل بیت عصمت و طهارت، کسانی که مورد تعییدن، اینها رو انحرافشون بده. اینا دیگه توفیق توبه نخواهند داشت، وگرنه اصل رحمت هست. و این که حضرت سیدالشهدا تا اون لحظه، تا لحظه آخر میگه اگه این کار نکنی خودم میام. برای همینه که باب رحمت خدای تعالی تا اون لحظه هم برای اون شخص بازه، و امام هم که رسالتش همینه، رسالتش اینه که این افراد رو از بدبختی و شقاوت برهاند. میگم که وقتی در عصر عاشورا، نه در عصر تاسوعا، امام علیه السلام جایی نشسته بودند و حضرت زینب ازشون سوال کرد، خیلی تو فکر بودن و ناراحت بودن. امام علت مثلا علی ظاهر شاد ما فکر کنیم که خب امام تنها هستند و حالا ناراحتن، نه، امام فهمید که من، به حضرت زینب فهمید که من دارم غصه میخورم که این جماعت، خب اینا همه خودشون مسلمان میدونن، این همه جماعت چرا اینقدر نمیفهمن که دارن با این سرعت به سمت جهنم میرن؟ خب من که کاری به اینا نکردم، چرا با این سرعت دارن به سمت جهنم میرن؟ چرا با این سرعت دارن به سوی شقاوت میرن؟ رسالت امام اینه که اینا شقی نشن. لذا این خطبه ها میخونه، بله، حضرت علی اصغر رو برمیداره میبره برای اینکه شاید کسی دلش به رحم بیاد و هدایت بشه و بله، متوجه بشه. امروز خیلی از بعضی از دانشمندان اعلام کردن سر جریان حضرت علی اصغر میشه فهمید حق کدوم طرف بوده. بله. و حضرت سیدالشهدا هم رفت و تمام خطبه هایی که آقا خوندن و تمام اعمال و کارهایی که کردن فقط و فقط اصلش این بود که بلکه یک کسی هدایت بشه. و میبینید که هور رو برحال عده اومدن هدایت شدن در، بله، لشکر عمر سعد به این سمت اومده. خیلی ممنونم تو، دست شما درد نکنه انشالله که به عظمت امروز و به عنایت آقا سیدالشهدا و به مظلومیت و سند مظلومیت آقا سیدالشهدا، آقا شاهزاده، هر چی که بگم، آقا علی اصغر، باب الحوائج الله که سند مظلومیت سیدالشهدا علیه السلام هستن، دفع بلا از همه شیعیان امیرالمؤمنین بشه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا رحمت که یا ارحم الراحمین. همینطوری که عرض کردم امروز آخرین برنامه ما بود در این دهه و انشالله بعد از مراسم سوم آقا سیدالشهدا علیه السلام در خدمت شما جناب استاد رجبیان هست. یا علی میدهد طریق بندگی به بندگان نشان، شرح توزیع مسائل است و شیب
قصه